بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اجل الله تعالى فرجه الشريف. خب الحمد لله توفيق داريم که یه شب دیگه هم در ماه مبارک رمضان خدمت عزیزان بر سر این سفره معرفتی انشالله بنشینیم. به فراز 41 رسیدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من خلق فسوا، یا من قدر فهدا، یا من یکشف البلوا، یا من یسمع النجوا، یا من ینقذ القرقا، یا من ینجی الهلكا، یا من یشفی المرضا، یا من اضحک و ابکا، یا من امات و احیا، یا من خلق الزوجین الذکر والانثا. در این فراز خب همه در واقع باز حرف نداست و منادای من موصوله و جمله صله که جمله فعلیه هم هست، بعضیاش عطف هم شده بهش، یه جمله دیگری مثل قدر فهدا، بعضیاش یا اضحک و ابکا یا امات و احیا، بعضیاش هم نه یه فعل داره. در همه این موارد هم تکیه بر این است که خداوند متعال همه کارها به دستش هست و در این حال که همه کارها به دستش هست، جهت و سوی کارها به سوی اندازه و تقدیر هست، به سوی هدایت هست، به سوی این هست که نجات پیدا بشه، چه حالا نجات غرقا، چه نجات حلقا، شفای مریضها، و خلاصه یک تدبیر عام منتها در جهت خیر. این حاصل این فراز است. خب خیلی هاش هم از خود قرآن کریم الهام گرفته شده، خیلی عبارت ها شبیه عبارت های قرآنی است که گنجانده شده در ضمن اینها. مثلا در سوره اعلا داریم که سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا، حالا اینجا میگیم یا من خلق فسوا، یا والذی قدر فهدا میگیم یا من قدر فهدا، خیلیش از قرآن الهام گرفت. از حک و ابکا، امات و احیا، خلق از زوجین ذکر و الانثا، اینا خیلیش الهام از قرآن. خب از اول شروع کنیم. ای کسی که خلق کرده و سوا، سوا یعنی تسویه، تسویه به معنای یعنی مناسب و متعادل قرار دادن. تو قضیه خلقت حضرت آدم هم داریم که خداوند به فرشته ها فرمود که فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، یعنی خداوند اول جسد آدم رو، قالب و پیکره آدم رو قشنگ تنظیم کرد، بعد نفخت و فیه من روحی، بعد حیات بهش داد، همه چی را تنظیم کرد. هیچ چیزی مثل یک، حالا تشبیه که ما میکنیم تشبیه هایمون ناقصه دیگه، از اون بر باید بگیم، اما حالا ما اینجوری میگیم چون این بر رو بیشتر میشناسیم. مثل یک مجسمه‌گر بسیار دقیق که همه چیز را به اندازه، یه ذره مثلا گل اضافی اینجا بذاره اونجا بذاره، اینطوری نیست، یه ذره فرو رفتگی بی خودی باشه یا عرض کنم که برآمدگی بی خودی باشه، نه. حالا مجسمه گر تازه داره تلاش میکنه که خلقت خدا رو تقلید بکنه، ولی حالا ما چون این ور رو بیشتر دیدیم عرض میکنم. شما بعضی مجسمه ها رو اگه دیده باشید میبینید چقدر ظریف آمده، مثلا عضلات دست و پا و صورت و اینها رو قشنگ
سعی کرده مثل طبیعی دراره. خب اصل خلقت انسان معلوم میشه پس روی حساب و کتابه که حالا اینا تلاش میکنن با دقت به اونجا برسن. خلاصه هر چیزی رو که خلق کرده همینطوری فلعی و خلاصه بدون حساب و کتاب خلق نکرده. خیلی ظریف. حتی تسویه تا اونجاست که بلا قادرین علا ان نسوی بنانه، اونم اصلا تسویه است دیگه، یعنی ما اون سرانگوشت های دستش ها هم میتونیم تسویه کنیم، یعنی قشنگ با اون تناسب و اندازه ها این رو در بیاریم که شما ببینید چقدر این سر انگشت های ما ظریفه و چقدر هم جالبه که اثر انگشت افراد با هم دیگه فرق میکنه. این همه آدم تو دنیا هست اثر انگشتاشون با هم فرق میکنه و این اثر انگشت هم مثلا این چیزی نیست که تغییر بکنه. آدم مثلا دستشو بشوره، یا نمیدونم فرض بفرمایید نمیدونم کارگر فلان بیساب این اثر انگشت تغییر کنه، میمونه که قرآن هم بلا قادرینه. برای ما شاید الان خیلی عادی جلوه کنه، ولی 14 قرن قبل که اصلا کسی اثر انگشت و اینا رو نمیفهمید چی مثلا هست و اینا، اون موقع میفرماد که ما نه تنها میتونیم انسان رو دوباره برانگیزیم، اصلا میتونیم اون سر انگشتاش هم دوباره تسویه بکنیم. خب پس این شد خلقت و بعد ایجاد تناسب و هماهنگی. یا من قدر فحدا، همه چیز باز اندازه‌گیری شده و هدایت شده. گفتیم هدایت عامه برای همه موجودات عالمه. وقتی که فرعون به حضرت موسی و هارون گفت من ربکما یا موسی، ای موسی پروردگار شما دوتا کیه؟ موسی رو صدا زد ولی گفت ربکما، چون حضرت هارون هم اونجا بود. گفت ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، پروردگار ما اون کسی است که هر چیزی را خلقتش را داده و هدایت کرده. حالا اعطا کل شیء خلقه ثم هدا توی سوره اعلا دو تا چیزم وسطش اومده، این خلق تا هدا وسطش هم داره چی؟ سوا و قدرم هست، یعنی خلقتش با تقدیر و اندازه گیری است و هدایت هم کرده هر چیز رو که آفریده. این هدایت عام تکوینی است برای همه چی. یه دونه دانه سیب خودش توش این هدایت گذاشته شده که بتونه بشه یه درخت سیب و سیب بده. اگر ما بخوایم کدهای ژنتیکی که در این سیب هست اینها رو اگر بخوایم باز کنیم ممکنه یک کتاب ضخیمی بشه. معلومه نیست اصلا بشه با یک کتاب و دو کتاب تمام اون کدهای ریز، آقا این ساقش چجوری باشه، نمیدونم ریشش چجوری باشه، شاخه ها برگ ها جوونه میزنه شکوفه میده، این شکوفه بعد نمیدونم باید چه مراحل رو طی کنه تا اون میوه بعد شکل بگیره و باشه بزرگ بشه، رنگش عوض بشه، طعمش همه چیش آبدار باشه آبدار نباشه، چقدر کد اون تو هست. اینو به اون داده. حالا یه رقم سیبم نداریم، شاید هزاران رقم سیب تو دنیا وجود داشته، هزاران رقم انگور تو دنیا وجود داره، هزاران رقم میوه های مختلف وجود داره. همین انبه یا مانگو میدونه چندین رقم وجود داره تو دنیا. همه اینا رو هدایت کرده. حالا حشراتش همونطور، نباتات و گیاهان و حیوانات و همه اینا هدایت میشه به اون مسیری که باید برن. بله ممکنه یک جاهایی یک عامل بیرونی بیاد جلوی رشد اینها رو بگیره، مثلا این پرنده رو بکشه مثلا، یا فرض کن بی غذا بمونه بمیره، اینا میشه. منتها اینا اقله. یکی از نکات جالب اینه که حالا اینو فلاسفه اسلامی خیلی روش کار کردن که میگن که در واقع اینها چیزهایی است که
نمیتونه دائمی یا اکثری باشه. حرکت قصری دائمی و اکثری نمیتونه باشه و حرکت اتفاقی هم همینطور، همه باید طبق اون چیز طبیعی یا دائما یا اکثر احوال بره جلو. تدبیر به این سمت است. البته انسان میتواند متاسفانه خیلی از نظم های طبیعی رو به هم بزنه، خیلی از این سایکل های طبیعت رو به هم بزنه. زهر الفساد و فی البر و البحر، ما یه دفعه میتونیم بزنیم خلاصه نسل همه حیوان ها رو منقرض کنیم، نسل ماهی ها رو منقرض کنیم. خب این دیگه مشکل طبیعت نیست، این مشکل ماست که در فساد ایجاد میکنیم در بر و بحر. بر تقدیر اونا اگر به خودشون رها بشن مسیر خودشون رو میرن جلو. یا من یکشف البلوا، البته اون هدایت برای انسان هم دیگه خودتون، خب دیگه استادید، هدایت به هر حال خاصه برای انسان هم داریم، هدایت تشریعی داریم، بعد هدایت های برای مؤمنین، هدایت های اضافه داریم. اون دیگه بحث هدایت راجع به انسان دیگه مفصله. یا من یکشف البلوا، ای کسی که بلا را باز میکنه. کشف قبلا هم داشتیم، کاشف از ذر داشتیم قبلا یادتون باشه. کشف یعنی باز کردن، گشودن. بلا یک نوع تنگ ناه، درسته؟ بلا انسان تو فشار قرار میده. گاهی اوقات نمیدونم شده براتون یا نه، گاهی یه چیزی خیلی به انسان فشار میاره، اصلا نفس کشیدن سخت میشه، روی سینه انسان فشار، انگار یه چیزی گذاشتن رو سینه. اگر تجربه کرده باشید گاهی اینطوری میشه، اصلا انگار نفس نمیتونم، تنگی ایجاد میکنه. لذا فرج یعنی گشایش، کشف یعنی گشایش، یعنی انسان خود نفس بکشه، خود راحت بشه. بلاها رو اون میتونه کشف بکنه، باز بکنه. لذا همون امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء عرض کردیم، وقتی راجع به ضر و اضطرار و اینا صحبت میکردیم چند شب پیش. یا من یسمع النجوا، شما در گوشی هم صحبت بکنید میشنوه، یواش صحبت کنید که حتی آدمی که بغلتونه نشنوه، اون میفهم. اصلا تو دلتون باهاش صحبت کنید میشنوه. حضرت موسی گفت که خدایا اقریب انت فاناجیک ام بعید انت فانادیک، به این مضمون، آیا نزدیکی که من نجوا کنم یا دوری که صدا بزنم؟ فرمود انا جلیس و من ذکرنی، همین که کسی منو یاد کنه من کنارشم. پس هیچ نگرانی نباید داشته باشیم از اینکه آیا خدا کلام ما را متوجه میشه، بهش میرسه، میشنوه. حتی میشنود به معنای اینکه توجه هم میکنه، نه اینکه فقط میشنوه ولی کاری نمیکنه. چون اینجا داره در واقع سیاقش روی نجات دادن و گرفتاری برطرف کردنه، بنابراین کلام رو هم میشنوه هم به گوش میگیره، یعنی میخواد قبول کنه. یا من ینقض القرقا، ای کسی که نجات میده اونهایی که غریق هستن. غرقا جمع غریقه، اونهایی که در حال غرق شدنن. حالا یا غرق شدن توی دریا و آب به معنای لغویش بخوایم بگیریم، یا کلن انسانهایی که دارن غرق میشن. یکی داره در بدهی غرق میشه، بعضی هستن بندهای خدا دوچار بدهی هستن و بعدم گاهی اشتباه میکنن میرن، یا چاره ای نداشتن میرن وامایی با بهره میگیرند و اینها، هی بدتر فرو میرن، هرچی هم زحمت بکشه تازه بتونه بهرش رو بده. یا گاهی خدای نکرده بیماری چیزی هست، هی میشه رو مجبور قرض بگیره، داره اینجوری فرو میره تو این قرض، آدم خرج خودش هم نمیتونه در بیاره، حالا بدهی هم داشته باشه. گاهی کسی غرق در مشکلات خانوادگیه، گاهی کسی غرق در مشکلات اجتماعی. خلاص غرق شدن لغویش در آبه، ولی به لحاظ توسعه بخوایم این در معنا، هر کسی که مشکل بیش از توانش رو داشته باشه داره تو اون مشکل غرق میشه دیگه. وقتی مشکل شما بیش از توانت باشه
داری غرق میشه. چرا به چه کسی میگن غرق میشه؟ کسی که پاشو نمیتونه بذاره کف آب. هر کسی که پاشو نتونه بذاره کف آب، این قدر غرق میشه. ما مشکلات گاهی از سرمون رد میشه، داریم تو مشکلات غرق میشیم. گاهی هم انسان ها مشکلاتشون زیاد نیست ولی باز غرق میشن. من این تجربه رو دیدم. بچه بودیم با یکی از فامیلامون رفته بودیم شمال، یعنی چند نفر بودیم، یکی از فامیلامون هم همراه بود. بنده خدا داشت غرق میشد در جایی که عمقش یه متر بود، حدود یه متر بود، وای میساد میتونه، ولی تعادلش رو از دست داده بود. هر کاری میکرد فکر میکرد مثلا حالا زیر پاش مثلا چقدر چیزه، این آب هم هی کنار ساحل میاد و بر میگرده، از زیر روش از این بر میره، زیر از اون بر میره. بیچاره توی یه جایی که خیلی هم عمیق نبود داشت غرق میشد تا نجاتش دادن. زندگی هم اینطوریه. گاهی مشکلات طرف هم اونقدر زیاد نیست ولی باید یکی دستشو بگیره. اصلا گاهی افراد، خود ما اینطوری میشه، گاهی چی میکنیم؟ هنگ میکنیم، فکر میکنیم تمام شد دیگه، آخر دنیاست. یه آدم مهربان با تجربه یه که بتونه دست این طرف رو بگیره، اینو نجات میده از هلاک. این از مصادیق یا من چیز در قرآن داره که لقد كتب نافذ زبور من بعد ذکر، ببخشید، من اجل ذالک لقد كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا. اگر شما یک نفر را احیا کنید، مثل اینی که همه را احیا کردید. گاهی یه بند خدا دستش بگیرید نذاریم غرق شه. ممکنه با یه راهنمایی، با یه کمک مالی این بنده خدا سر پا بشه، و الا میبینی همون مشکل کوچیک اصلا غرقش میشه. چون انسان خیلی بسته به اینکه چه ارزیابی داشته باشه از اون مشکل، توانش میتونه هرز بره. مثلا من اگه مشکل کوچیک را بزرگ ببینم، یهو خودم میبازم. خیلی مسئله واقعیت نیست، واقعیت یه بخش کارشه، یه بخش دیگه اش سابجکتیوه، ذهنیه. شما چجور مشکل ارزیابی کنی؟ یکی ممکنه 100 برابر ما گرفتاری داره، خیلی قرص و محکم وایساده. یکی میبینی نه، 1% مشکل داره، خودشو گم میکنه. خلاصه اینجا خداوند کمک میکنه افرادی رو که به او معتصم بشن، ولی بندگان خوب خدا هم باید اینجا مجرای کمک الهی باشن. یعنی ما باید وسیله بشیم برای خداوند، چون خداوند متعال بالاخره از طریق ابزارها این کار انجام ده. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیا. بالاخره خداوند اگه یه کسی میخواد بره مسجد و کلیسا و نمیدونم صومعه رو خراب کنه، میفرماد بعضی از مردم را استفاده میکنه، با اینها دفع میکنه اونایی که میخوان رو خراب کنن. من خودش نمیگه باید به من کیه که به من قرض بده؟ من زلدی یقرض الله. پس ما وظیفه داریم که این انقاض غرقایی که خدا میخواد انجام بده وسیله برای خدا بشیم، چون میدونیم خدا میخواد قطعا نجات بده، ما باید وسیله بشیم. خدا که نباید همه کارا رو با معجزه انجام بده. همونطور که فرشتگان اراده الهی رو اجرا میکنن، مؤمنین هم باید فرشتگان خدا باشن روی زمین. ما هم باید اراده خدا رو اجرا کنیم. لذا هرچی گیرنده ها ظرفیتشون بیشتر باشه و هرچی واسطه های فیض بهتر کار خودشون رو انجام بدن، جود و سخاوت خدا بیشتر به ما میرسه. این خیلی مهمه. دعا کنیم باز همینطور خیرات جاری بشه در جامعه. اما خدا که در جامعه گناه باشه، فساد باشه، غیبت باشه، تهمت باشه، اصلا اون کانال های رحمت همه تنگ میشه، همه متضرر میشن. لذا در اون آیه فرمود لو ان اهل القرى امنوا واتقوا
لفتحنا علیهم برکات من السماء. اگر مردم اهل این قریه ها اینها ایمان داشتند و تقوا، ما برکاتمون رو از آسمان و زمین بر اینها باز میکردیم. پس معلوم میشه ایمان و تقوای ما تأثیر داره، همون خداست. اما بسته اینکه ما چجور رفتار کنیم، برکاتی که دریافت میکنیم میتونه زیاد بشه یا کم بشه. پس اینم یه نکته مهم است، ما باید از اینا درس بگیریم. اگر میگیم خدا غریق ها را نجات میده، ما سعی کنیم این کار رو بکنیم. یا من ینجل حلکا، اونهایی که دیگه اصلا دارن هلاک میشن دیگه، نه اینکه هلاک کامل شده، یعنی داره هلاک میشه دیگه، داره تمام میشه، نفسش داره قطع میشه، نجاتشون بدیم. چون خدا این کار میکنه. یا من ینجل حلکا، ای کسی که کسانی که هلاک میشن رو نجات میده، یعنی کسانی که در شرف هلاک شدن. یا من یشفل مرضا، ای کسی که بیماران را شفا میده. اینم داشتیم قبلا، شافی، اگه یادتون باشه راجب یا شافی صحبت کردیم، انواع و اقسام شفا رو گفتیم، اشاره کردیم به حضرت ابراهیم کلام اذا مرضت فهو یشفین، خدا بیماران رو شفا میده، ما هم باید کمک کنیم. یا من اضحک و ابکا، حالات متضاد هم دست اوه، عزت دست اوه، ذلت دست اوه، شهرت دست اوه، ناشناس موندن هم دست اوه، همه چی دست اوه، خندوندن و گریوندن هم دست اوه. یا من امات و احیا، حیات بده دست او، حیات رو بگیره کار او. یا من خلق زوجین از ذکر و الانثا، ای کسی که می آفریند دو جنس زن و مرد را. حالا البته زن و مرد هم نیست فقط، چون مذکر و مؤنث در موجودات دیگه هم ممکنه باشه، در انسان میشه زن و مرد، اما خیلی از موجودات زنده نر و ماده دارن. خلاصه او باز این زوجین را آفریده، نه اینکه مثلا مرد رو خدا آفریده زن رو خدا نفریده، یا زن رو خدا آفریده مرد رو خدا نیافریده، هر دوشو خودش آفریده و معلوم میشه که اینا مکمل هم بودن. اگه دست خدا نبود میگفتیم خب خدا فقط مرد میتونه درست کنه، یا خدا فقط زن میتونه مثلا درست کنه، اون یکی دیگه درست کرده، یا خدا نمیخواسته اون یکی رو درست کنه، اما دوتا چون که خودش درست کرده، با اینکه میتونست فقط یکیشون رو درست کنه، نه، میشه که اینا مکمل همه، هر دوشون باید باشه. خب این فراز 41، چون فرصت کمه 42 هم سریع میگم. یا من فی البر و البحر سبیلو، ای کسی که در خشکی و دریا راه او هست. یعنی چی در خشکی و دریا راه او هست؟ دو تا معنا میتونه داشته باشه، یکی اینکه یعنی او راه قرار داده در خشکی و دریا، یعنی یکی از چیزایی که قرآن به ما بیان میکنه که خدا از رحمتش انجام داده اینه که به ما قدرت حمل و نقل داده در خشکی و در دریا. ما میتونیم در خشکی حرکت بکنیم، سیر بکنیم، و مثلا چیزایی که داریم اجناس و اینها رو منتقل کنیم، هم در دریا و حتی جاهایی که لم تکونو بالغی الا بشق الانفس، اونجا رو میتونیم با دریا راحت ترابری و اینها انجام بدیم. این یه معناش میتونه باشه، یعنی راه قرار داده در دریا و خشکی. یا ممکنه به این معنا باشه که راه های دریا و خشکی مال اوه، به او متعلق. شما چه تو خشکی حرکت کنید چه تو دریا، خلاصه داری روی فضای مال او راه میری. این دوتا. سوم میتونیم باشه که یعنی برای رفتن به سوی خدا راه هم در دریا هست هم در خشکی، یعنی شما هر جای عالم که باشید به سوی خدا راه دارید، هر انسانی به سوی خدا راه داره،
اونی که در خشکی راه میره، اونی که در دریا هست، اینا هم به سوی خدا همه راه دارن. به خصوص با توجه به قسمت بعدیش که یا من فی الافاق آیاتو، نشانه های او در آفاق و کرانه های هستی وجود داره. هر جا شما بری، شرق بری، غرب بری، شمال بری، جنوب برید، تو دریا باشی، تو خشکی، نشانه های او وجود داره. پس همه جا راه به سوی او هست. خب یا من فی الآیات برهانو، ای کسی که در آیات برهان او وجود داره. آیا آیات همون نشانه هایی است که هست؟ ممکن اینا برهان هست دیگه، برهان نظم همینه که از همین نشانه ها به سوی خدا میریم. برهان نظم در واقع از معلول به علت رفتن، یکی از انواع برهان انی، برهان نظم از معلول به علت. یا آیات میتونه آیات قرآن باشه، در این آیات برهان است برای او، یا برهان او در این آیات هست، این هم میتونه باشه، چون آیات هم آیات بینات دیگه، روشنه. یا من فی الممات قدرتو، ای کسی که در مرگ قدرت او هست، یعنی قدرت او را در مرگ میتونیم ببینیم. مرگ جلوه قدرت اوست، هیچ کسی هم نمیتونه ازش فرار کنه. ولو کنتم فی بروج مشیده، حتی توی قصرهای کاملا حمایت شده هم باشید، مرگ شما رو پیدا میکنه. اینما تکونو یدرککم الموت. فرعون هم با اون همه لشکرش نمیتونه فرار کنه، نمرود هم نمیتونه فرار کنه، قدرت نمایی میکنه سر جایش، سر موقعش، هر جای دنیا که باشه لازم باشه جان طرف رو میگیره و بعد هم دوباره احیا میکنه. یا من فی الممات قدرتو، یا من فی القبور عبرتو، در قبرها شما میتونید عبرت بگیرید، یعنی عبرت الهی، پندی که خدا برای ما قرار داده، عبرتی که خدا برای، درسی که خدا برای ما داده تو قبرها هست. ما از زنده ها هم خیلی میتونیم درس بگیریم، ولی از مرده ها شاید بیشتر گاهی اوقات میتونیم درس بگیریم. مثلا آدم های زنده هنوز آخر کارشون معلوم نیست، نمیفهمیم چی میشه. مثلا این طرفو که فرض کن الان خیلی داره کلک میزنه و حقه برزیمون، الان مثلا ما یه ظاهرشو میبینیم ولی سر پاست و خوبه، اما اگه مرده ها رو نگاه کنی تا ته خط معلوم میشه که همین کسی که مثلا خیلی کر و فری داشت بعدم به چه بدبختی های افتاد تو همین دنیا، و بعدم حالا تو قبر چه وضعیتی داره، بعدم ارزش داشت که اینقدر آدم حرص بزنه به اندازه چند برابر عمرش پول داشت، بازم هی حرص میزن. خلاصه تو قبر خیلی عبرت ها وجود داره. این عبرت ها روی سنگ های قبر نوشته نشده، این روی بعد ما مطالعه کنیم بهش برسیم، اینا رو باید با دقت کنیم، نگاه کنیم به اقوام گذشته، انسان های گذشته، همین رفیقای خودمون که با ما بودن و فوت کردن، گویا افراد از ما هم جوانتر فوت کردن، ببین چی شد. اگر الان یکی از چیزای خیلی خوب اینه، الان آدم بگه که آقا این رفیق ما که فوت کرده، یا این همسایه ما، قوم و خویش ما، الان ازش بپرسیم که چه کاری رو میباس انجام میدادی که ندادی، یا چه کاری رو انجام دادی که نمیباس انجام میدادی، الان خودمون بهشون فکر کنیم میفهمیم، قطعا میدونیم چه چیزایی رو آدم در اون حالت میگه که ای کاش انجام داده بودم، یا ای کاش انجام دادم. خب همون رو الان انجام بدیم، لازم نیست بمیره و بعد آرزو کنه که برگرده که بعدم بگن کلا ان ها کلمتون هو قائلها و من ورائهم برزخ لا یؤمنون. خب قبلش این کارو بکنیم، بشینیم فکر کنیم. پس در قبرها عبرت وجود داره. یا من فی القیامت ملکو، ببینید این عالم ملک خداست. عجیب، این ستاره ها، کهکشان ها، این کهکشان راه شیری که
با این عظمت که فقط بین ما و خورشید 8 دقیقه نور طول میکشه با سرعت 300,000 کیلومتر در ثانیه، 8 دقیقه طول میکشه که نور خورشید از خورشید به ما برسه. یعنی شما 300,000 کیلومتر در ثانیه رو ضرب در 60 بکنید، بعد ضرب در 8 بکنید، ضرب در 480 کنید، چی میشه؟ این تازه فاصله ما با خورشید تو راه شیری خیلی دورتر از ما هست. تازه این میشه شعاعش. حالا شما مساحتش رو حساب کن، بعد حجمش رو حساب کن. حالا راه شیری اصلا توی عالم گمه، هیچی حساب نمیشه. خب این قدرتش. اما این نسبت به آخرت اصلا نشانگر ملک خدا نیست. ملک اصلی خدا رو تو آخرت با میفهمیم. اونقدر ظاهر و آشکار و غالب هست که از هر کسی بپرسی دیگه، اونجا دیگه مؤمن و کافر نداره. لمن الملک اليوم، همه میگن لله الواحد القهار. ملک امروز ماره کیه دیگه؟ هر آدمی شما بگی، هر چقدر کچفهم باشه، هر چقدر لجباز باشه، اونجا دیگه میگه لله الواحد القهار. عظمت رو اونجا آشکار میشه. پس یا من فی القیامت ملکو، عظمت رو شما ببین. تمام این انسان ها از اول عالم تا آخر عالم رو همه رو احضار میکنه، همه هم به جزئیات و مثقال ذره من خردل اتینا بها، همه رو میاره. تازه این یک فضاست، بعد خود بهشت و اینا. یا من فی القیامت ملکو، یا من فی الحساب هیبتو. قشنگ اینا به هم مربوط میشه. در حساب دیگه هیبت الهی اونجا روشن میشه. شما یه مثلا میرید ساختمون، فرض کن دادگاه، دادگستری یا قصر دادگستری، مثلا ساختمون فرض کن 10 طبقه، 1,000 تا اتاق، کارمند، بازپرس، بازرس، نمیدونم بازجو، قاضی، نمیدونم قاضی اول، قاضی دوم، نمیدونم قاضی تجدید نظر، خلاصه یه دستگاه. حالا اینا رو در مقابل دستگاه حساب و کتاب الهی در نظر بگیری، یک ارزن، دونه ارزن هم نمیشه. عجب دستگاه، حساب کنین چندین میلیارد آدم میخواد بیاد اونجا از اول تا آخر. بعد به تمام زوایای کار اینها باید رسیده بشه که با عدل. هیچ کسی هم نمیتونه یه ذره اینجا کلک بزنه، بگه آقا مثلا این اینجوری بوده اونجوری بوده، نه کلک هم نمیشه. یه چیز رو پنهان کنه نمیشه. اصلا میگن که مال هازل کتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. این چه کتابیست، این چه حسابیست، هیچ چیز کوچیک و بزرگی رو رها نکرده، همه رو احصا کرده. یه گوشه ای ما یه کار خلافی کردیم، اونم اومده اینجا. یه بند خدایی رو حالشو گرفتیم، این هم اومده اینجا، همش اومده. مال هذا الكتاب لا یغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصا. خب اونجا آدم دیگه هیبت خدا براش آشکار میشه. یا من فی المیزان قضاء، ای کسی که در میزان داوری او وجود داره. میزان هم مرا همون داوریه دیگه، میزان ترازوه. البته ترازوی الهی دو کفه ای نیست، ترازوی الهی
به گونه‌ای است که سیلندی، هر چیزی خوب باشه میره پایین، وزن داره. اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه و اما من خفت موازینه فامه هاویه. ترازو اگه وزن داشته باشه، یعنی کار خیر و نیکی و اینا داشته باشه، میره پایین، سنگینه. اگه نداشته باشه، حواس تو خالیه، باطل تو خالیه، حق ثقیل و سنگینه. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما یه قول ثقیل، قول حق ثقیل سنگینه. پیامبر فرمود انی تارکن فیکم ثقلن یا ثقلن، سنگینه. اما باطل چیه؟ اما زبد و فیذهب جز، باطل حبابه. شما به اندازه کل این اتاق حباب باشه، 5 گرم هم نمیشه. کل این اتاق رو بگم بادکنکی از حباب هوا چی میشه؟ هیچ، دست آدم خالی. ولی حباب خیلی تو چشم میاد، کل کف روزی سطح آب رو این کف ها پر میکنه، آدم تا نگاه میکنه کفه، فکر میکنه اینا دنیا رو گرفتن. ولی نه، اینا فقط تو ما ها خیلی وقتا زود ناامید میشیم از بس میبینیم بدی را در عالم. ولی باید بدونیم عالم اساسش بر حقه، للحق دوله و للباطل جوله، حق دولت رو داره، باطل جولان میده، همینجور سری میره میاد پخش میشه. شما ببینید یک حرف حق رو بخوای پخش کنی چقدر سخته، یه شایعه و یک گناه رو بخوای پخش کنی خیلی ساده است، همینجور سری میره میاد. شما یه وزنه 100 کیلویی بخوای جابجا کنی سنگینه، حباب چی؟ وای فوت میکنی میرون. باطل خیلی راحت پخش میشه. اما شما نباید فکر کنید که قضیه تمام شده است، چون خیلی چشم ما رو گرفته باطل، فکر کنید تمام شده دیگه، معرکه مغلوبه شده. نه، اینطور نیست. حالا توی که الان که دیگه با این فضای مجازی که دیگه بدتر هم میشه، یعنی اگه قبلا حباب بود، الان حباب در حبابه. طرف مثلا تو فضای مجازی فرض کنید که فکر میکنه مثلا چقدر تأثیر داشته، بعد میبینه هیچ خبری، هیچ که نمیشناسدش اصلا، تأثیری نداره. یا فرض کنید 1000 نفر 10000 نفر مثلا فرض کن سخنرانی این آقا رو گوش کردن، یا میبینه اون بنده خدایی که توی مسجدی داره با 40 نفر کار میکنه، اون 40 نفر رو به خدا رسونده و خلاصه خیلی متحول کرده، تو این 100000 نفر معلوم چند ها انشالله که اثر داره. ولی خلاصه میگم گول نباید بخور آدم. کار اصلی، کار این است که نفس با نفس ارتباط داشته باشه، نفس به نفس باشه، هم نفس به نفس، هم نفس به نفس، چشم به چشم، این کار اصلیه. ولی سر و صدا و اینها، البته نمیگم نباید اون کارا رو کرد، میگم گول نخوریم، نه فکر کنیم دشمن خیلی غلبه پیدا کرده، نه فکر کنیم که حالا دوستا خیلی غلبه پیدا کردن. ببینیم سنگینی کجاست، کار سنگین، کار موندگار. خلاصه میزان الهی اینطوریه، چیزهای خوب سنگینه. که البته من یه تصوری هم دارم که در واقع میگم در روز قیامت خداوند متعال ما را با خودمون میسنجه و مقایسه میکنه. یعنی این سیلندی که عرض کردم، یه استوانه‌ای در نظر بگیرید، من مثلا میتونستم بشم 100 متر مثلا از کمال، 100 درجه از کمال مثلا، چقدرشو پر کردم؟ به کجا رسیدم؟ به 100 تاش رسیدم، 90 تاش رسیدم، 80 تاش رسیدم، 1ش رسیدم، هیچی نرسیدم. هرچی شما این ظرفیت خودت را پر کرده باشی سنگین تر میشی، هرچی پر نکرده باشی سبک هستی. و این بالاترین شاید قصه در روز قیامت باشه، شاید
حالا من جهنم رو نمیخوام بگم، ولی در روز قیامت شاید این حسرت، یوم الحسره، که خدا به من بگه فلانی ببین اگه اونجا این کار کرده بودی، اونجا این کار کرده بودی و اینا، الان تو این بودی. منو نمیخواد مقایسه کنه با علامه طباطبایی و مقدس اردبیلی و سید ابن طاووس و اینها، نه، میگه خود تو این میتونستی بشی. حالا اونا شاید با خودشون مقایسه کنه، شاید پر کرده باشن نکرده باشن، حالا دیگه شاید اصلا من در حد و اندازه اونا نیستم، اونش مهم نی، مهم چیزی که من میتونستم بشم، شاید منم میتونستم مثل اونا بشم. خلاصه میگه تو این میتونستی بشی، اون وقت آدم حسابی قصه میخوره که من با همین شرایطی که داشتم، با همین امکاناتی که داشتم، چی میتونستم بشم. پس سنگینی این بودم میتونه داشته باشه که اصلا میزان ما برای خود ما ساخته شده باشه. یعنی هر کسی یه میزانی مخصوص خودش داره، ترازوی برای خودش دارن، با خودش که میتونسته بشه میسنجنش. نمیخوام بگم قطعا اینجوری، ولی من تصورم اینه. یا من فی الجنت ثوابه، ای کسی که در بهشت ثواب او وجود داره. تو دنیا هم البته خداوند پاداش کارهای خیر رو به آدم تو دنیا هم میده ها، یه سری چیزها رو داریم تو دنیا، حداقلش اینه که آرامش خاطر دارید، ذکر نیک از شما میشه، برکات شامل حال شما میشه، خیلی فواید داره کار خیر همون در دنیا. ولی خب اصل ثواب و اجر اینا دیگه تو اونجاست، اینجا نیست اصلش، گرچه اینجا هم خیلی هستا، ولی بالاخره اونجا ظرفیتش بیشتره. کما اینکه تو دنیا هم آدمای بعد میبینن نتیجه شو، ولی خب گاهی انقدر اینا ظلم کردن که همین چیزی که تو دنیا دیدن کافی نیست. پس اصل ثواب و عقاب در اونجاست. یا من فی الجنت ثوابه یا من فی النار عقابه، کسی که در بهشت ثوابش هست و در آتش عقابش هست. خب این دوتا فراز پس الحمدلله خوندیم، یه دور سری میخونیم به نیت دعا. بسم الله الرحمن الرحیم. یا من خلق فسوا، یا من قدر فهدا، یا من یکشف البلوا، یا من یسمع النجوا، یا من ینقذ الغرقا، یا من ینجی الهلكا، یا من یشفی المرضا، یا من اضحک و ابکا، یا من امات و احیا، یا من خلق الزوجین الذکر والانثی، سبحانک یا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. یا من فی البر و البحر سبیله، یا من فی الافاق آیاته، یا من فی الآیات برهانه، یا من فی الممات قدرته، یا من فی القبور عبرته، یا من فی القیامت ملکه، یا من فی الحساب هیبته، یا من فی المیزان قضاؤه، یا من فی الجنت ثوابه، یا من فی النار عقابه، سبحانك یا لا اله الا انت الغوث الغوث، خلصنا من النار یا رب. الحمد لله رب العالمین. قبل الله شما رو که استفاده کردیم، سلامت باشیم، خدا شما رو انشاءالله حفظ کنه. و دیگه تو این دیگه یواش یواش دیگه به ساعت میرسه، بعد ساعت شمرده بشه. سلامت باشید، خدا حفظتون کنه. امروز جای سوال میتونستم بپرسم از مسئلتون؟ بفهم راجب این میزان که فرمودید، تا چقدر در روایت هم داریم که همون آیاتی که در قرآن به کلمه میزان اشاره شده، ائمه طاهرین فرمودن که میزان ما هستیم، و تصور من تا به امروز این بوده است که ائمه به عنوان در واقع قله های کمال که در واقع خلقت آدمی میتونه بهش دست پیدا بکنه، میشه اون وقت میزان که بعد با اون سنجیده بشه اعمال انسان. ولی الان فرمودید که مثلا
چند علامه طباطبایی علمای بزرگ اینها ممکن حتی ما قابل دسترسی به جایگاه اونها هم نباشیم و ما رو ممکنه با میزانی برای خودمون مقایسه بکنن. این رو میشه این مقدار تبیین بکنید آیا واقعا در خلقت هر شخصی از ما این گنجایش و توانمندی هست که اون جایگاه مثلا همه طاهر میرسن یا نه اصلا اونها برگزیدگانی بودن که به حال جایگاهشون برای مقابل ترک هیچ وقت نیست. ببینید به لحاظ امکان ذاتی بخوایم بسنجیم، بله هیچ محالی نیست که ماها هم بتونیم به اونا برسیم. به لحاظ امکان ذاتی، یعنی بگیم آیا یک محالی وجود داره که مثلا ما هم به اون مقام برسیم؟ اگه بخوایم برسیم میزنن تو سرمون میگن نه تو دیگه داری زیادی بالا میای، یا مثلا یه جوری ما رو خدا درست کرده که خلاصه یه فالتی تو ما باشه تو اونا نیست. نه، به لحاظ امکان ذاتی ما هم میتونیم اونطور باشیم، اما به لحاظ امکان وقوعی که منوط به علل و اسبابه و یه مقدارش به در واقع زیادش به اراده خود ما برمیگرده، ما اراده اونها را نداریم. حالا هر کسی میخواد تلاشش رو بکنه و تا هر چقدر تلاش کنه میره بالا، هیچ جایی جلوشو نمیگیرن. اما ما به لحاظ خلاصه بیرونی میدونیم که اونها بالاترین عزم و اراده رو داشتن، بالاترین تلاش رو کردن، ماها نکردیم و میدونیم هم که میتونیم ولی نمی کنیم. چون از بیرون خدا میدونه دیگه که کی چقدر انجام میده. بنابراین امکانش هست ذاتن، اما متاسفانه تحقق پیدا نمی کنه. اون بحث میزان هم حالا یه بحثی ما داشتیم، اگر روی یوتیوب فارسی البته بزنید مثلا اون سری مفاهیم قرآنی بحث میزان، چون میزان در قرآن به معانی مختلفی به کار رفته و حتی مثلا خداوند می‌فرماد که ما کتاب را با میزان فرستادیم. اون میزان چیه؟ میزان یک معنا نداره، معانی مختلفی داره. تو همونجا وقت اشاره هم کردم به این روایاتی که میزان را معصومین بیان میکنه که به چه معناست. خلاصش این میشه که اینکه اونها میزان هستن یعنی اونها اون شاغول هایی هستن که ما بر اساس اون شاغول ها میتونیم اون حرکت ارتقایی و صعودی خودمون رو انجام بدیم، ولی هیچ وقت میزان به این معنا نیستن که منو با اونها مقایسه بکنن. منو با اونها مقایسه نمی کنن به این معنا که انتظاری که از اونها هست از من داشته باشن. منو با اونها مقایسه میکنن به این معنا که میگن شما این سرمشقت بود، چقدر مثل این رفتی جلو، چقدر به اون نزدیک شدی. به این معنا برای ما تقرب و نزدیکی به اونها، تبعیت از اونها نیاز هست، نه مشابهت با اونها. خدا هیچ وقت به من نمیگه چرا مثل اونها نشدی، به من میگه چرا از اونها تبعیت نکردی. مثل یه استاد فرض بفرمایید خوشنویسی، بسیار استاد خبره، خب من اگه میرم پیشش درس میخونم کسی انتظار نداره که من مثل او بشم، اما میگه آقا توصیه هاشو جدی بگیر، او به تو سرمشق میده، تمرین کن تا میشه شبیه او بشی. حالا مثال دارم میزنم دیگه، مثال ها گاهی یه جهت نزدیک میکنه یه جهت دور میکنه. پس بنابراین اونها میزانند یعنی اونها سرمشق ما هستند، ولی ما هیچ وقت به سرمشق نمیرسیم، باید به سمت او بریم. اونا فلش راه رو به ما نشون میدن و به سمتش بریم. خواهش من، خدا حفظ. سلام علیکم آجا. سلام علیکم و رحمت الله. طیب الله هم خدا شما رو حفظ. آجا حالا در مورد این نقطه که الان فرمودید که در تو خب با معصومین و اینکه کسی میتونه به اون برسه، خب یه ویژگی خاصی که خب در معصومین بود اون علمی بود که خداوند از سینه به سینه از حضرت از پیامبر اکرم رسید همینجور به معصومین. خب اون دیگه پس یه ویژه به کسی دیگه نرسته. خب این طبیعتا نشون میده هیچ کس نمیتونه هیچ وقت
به اون مقام برسه. و اینو خداوند، لطف خداوند هم خوب هست از جهاتی که اونها رو الگوهایی قرار داد برای انسان ها که ما بتونیم نه که به اونا برسیم، حداقل به قول فرمایشی شما اون استوانه رو تا حد اون که خداوند میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها سن برسیم. حالا یه نکته دیگه هم که سوالی بود اینه که حالا اون استوانه‌ای که هر کی داره اگه در اون حد خودش، مثلا فرض کن من اومدم استوانه‌مو کردم 50%، شما هم کردید 50%، خب این 50% شما خیلی بهتر ارزش بالاتر است، ولی از نظر اون چیزی که خداوند مثلا به اون شخص میده، از نظر مثلا به قول معروف اون ریوردی که بهش میده، دوباره اونا چجوری هم وقت یعنی اونم در همون حده، چون اونم منده خدا 50%شو انجام داده، اون یکی خب خیلی مقامش بالاتره، خب یا 50% اون خیلی مثلا متوجه ارزم هست. بله اون از نظر ریوردش چی؟ بله بله الان عرض میکنم. راجع به اون سوال اولتون یه نکته مهمی هست، سوال خوبی کردید. ببینید علمی که خدا به امام میده یا حتی خود عصمت، اینها مقام اونها رو تعیین نمیکنه. امام به خاطر اون تقوایی که داره، اون عبودیتی که داره، به مقام امامت میرسه و از اون روز اولی که امام میشه اون علم بهش منتقل میشه. اینا مربوط به اون منصب، اون مسئولیت. والا امیرالمؤمنین قبل از اینکه پیامبر فوت کنن و این علم را بهشون بخواد مثلا منتقل بشه، اون خصوصیات را داره که او را شایسته مقام امامت میکنه. دقیق کردید؟ یا مثلا فرض کن ممکنه که مثلا امام حسن الان شدن امام، امام حسین نشده، ممکنه اون علم امامت الان در نزد امام حسین نیست، اما این معناش نیست که امام حسین حالا یه آدم معمولیه و فقط اون علمو بهش بدی یهو میره بالا. نه، او از نظر تقوا، از نظر قداست نفس همونه. بعد این منصب که آمد و خلیفت الله شد، یه لوازمی هم داره، یک میراث‌های مواریثی باید به اون منتقل بشه. اینا دیگه ما رو اون کار کردشه، والا هیچ وقت ارزش ائمه فقط به خاطر اون موهبت‌های خدا نیست که خب یکی دیگه بگه خب منم بده خدا. یه شرایطی را ایجاد کردن که اون موهبت‌ها بشن، اون شرایط خودشون باید ایجاد کنن. عرض من همینه که تا اون نقطه مثلا کسی میتونه اگه بخواد خودشو برسونه میشه، ولی ما میدونیم که در خارج نرسیدن دیگه، میشه دیگه نمیشه، چون اون بعد از اون علمه رو بهش داده شده. ببین نه، اصلا اون علمه رو ولش کن، شما اصلا بدون اون علمه، یعنی قبل از اینکه اصلا امام بشه، خب اصلا حضرت علی در زمان حیات پیغمبر که اون علم امامت که نداشت، درست شد؟ در زمان حیات پیامبر آیا امیرالمومنین کسی تونست مثل امیرالمومنین باشه؟ در مکه کسی مثل امیرالمومنین بود؟ در مدینه کسی یعنی اون مسائل مربوط به امامت یه چیزه، اون زحمت و تلاش و خلوص و بندگی یه چیز دیگه، اینا زیربنایی تره. ایناست که اون وقت در جایی که لازم بشه حالا یک نفر این مسئولیت حجت خدا رو به عهده بگیره، اونا رو بهش میدن، ولی تا همون روز قبلش هم اینا رو بهش نمیدن، اون علم خاص امامت رو، اون چیزهایی که مثلا در شب قدر اتفاق میفته اونا رو به اون نمیدن، ولی جایگاه قرب خودش رو داره. خب راجع به اون سوال دومتون هم خیلی سوال خوبی بود. ببینید اون استوانه‌ای که شما پر می‌کنید فقط بر اساس دستاوردهای ظاهری نیست، یعنی نمیگن مثلا فرض کنید که فلانی مثلا چند تا کتاب نوشته، چند تا مسجد درست کرده، چند تا حج رفته. نه، اینو من یه فرمولی یه موقعی خلاصه به دوستان پیشنهاد کرده بودم، سفر ایتالیا رفتم، اگه پیداش کنم شاید برای فردا شب بیارم. اگه بخوایم تا
تقرب هر کسی رو ببینیم با نتیجه نمیشه فهمید، یک محاسباتی داره. یکی از چیزهاش که خیلی خیلی مهمه تلاش طرفه. ممکنه ما نگاه میکنیم فکر میکنیم این شخص بالاتره چون خروجی بیشتری داشته، اما خدا میگه با چقدر تلاش به این رسیده. شاید اون کسی که یک نفر را تعلیم داده در یه شرایطی بوده که ارزش کارش بیشتر از که هزار نفر را راحت تعلیم داده. یکی یه مسجد درست کرده، یکی 100 تا مسجد درست کرده، اما اون کسی که یه مسجد درست کرده پدرش در اومده قرض و قوله و بدهی مثلا میگم، یا اصلا یه مسجد که هیچی، یه آجر داده ولی دیگه بیشتر از این هم نمیتونسته بده. خلاصه هم باید کار رو برد بالا، کمیت کار، دو کیفیت و خلوص کار بره بالا، سه تلاش. لیس للانسان الا ما سعا و ان سعیه سوف یرا، سعیمون را میبینیم. مهمتر از کار شما تلاش خالصانه و با حکمت و معرفته. چقدر شما برای دین خدا دلسوزی کردی، چقدر برای بندگان خدا دلسوزی کردی، تلاش کردی، زحمت کشیدی. فقط کافی نیست، تو دنیا اینطوری آمار میده، آقا ما مثلا فرض کن 1000 تا خانواده یتیم را مثلا پوشش داره، اون میگه ما 100 تا پوشش داریم، یکی میگه یکی میداریم، یکی میگه آقا من هیچ چی نمیتونم انجام بدم ولی سعی کردم واسطه مثلا بشم. ما تو دنیا نمیفهمیم ارزشا رو، اما خدا میاد قشنگ نگاه میکنه این تو اون شرایطی که بوده کدوم بیشتر تلاش کردن، کدوم بیشتر زحمت کشیدن، کدوم بیشتر مایه گذاشتن. لذا ممکنه در روز قیامت ما ببینیم یه طلبه کوچیک از یک آدم عالم خیلی معروف، ممکنه مثلا یه طلبه که توی روستایی مثلا کار میکرده ممکنه در مقام در نزد خدا بالاتر باشه، یا ممکنه مثلا خانوم این عالم یا خانوم این شهید از خود اون شهیده مقامش بالاتر باشه. ما نمیدونیم که، اونا رو خدا میدونه. ما فقط ظاهر رو نگاه میکنیم و خب حالا گاهی یه شواهدی هم ممکنه باشه که بله این آقا مقامش خیلی بالاست اینا، ولی خدا میدونه. شاید یه کسی که اصلا معروفم نیست و خیلی هم خروجی نداشته از او بالا. حضرت نوح چند نفر رو هدایت کرد؟ 80 خورده نفر رو تو 950 سال هدایت کرد. یعنی ارزش کارش که نیست، خدا رو میکنه اولو العزم. خیلی حساب خدا دقیقه و هر کسی یه ذره میتونه بیشتر کار کنه کار کنه، دل سردی به خودش راه نده، نگه ما که مثل فلانی نمیشیم، ما که به جایی نمیرسیم. نه بابا، همین تلاش شما مهمه. یه ذره بیشتر تلاش کنی خودش کلی جلو میفتی. طیب لازم، خیلی خیلی ممنون، خواهش میکنم، خدا حفظتون کنه. یه کوچولو هم یه سوال شما، چون امشب از نظر لیلت القدر شب 27 میشه، توضیح دیگه صحبتایی هست تو امشب؟ از نظر ما نیست شب 27، از نظر ما همون سه شب که بیشتر 21 و 23 و بیشتر از 21 هم 23، ولی اهل سنت یه دیشون میگن شب 27. لذا اونا امشب را امشب شب چندم میشه؟ امشب شب 27، بله اونا شب 27 رو میگن، ولی ما نه، ما همون سه شبه. ضمناً ما فردا شب هم دیگه آخرین شبمون میشه، نه سه شنبه شب. آقای کامران سه شنبه شب شد آخرین شبمون؟ بله آقا شد سه شنبه شب انشالله. بله چون چهارشنبه دیگه احتمالاً شب عید بشه. بله بنابراین ما دیگه دو شب بیشتر حد اکثر، حالا اگه زنده باشیم دو شب در خدمتون هستیم انشالله. دعا بفرمایید. عید که انشالله حضرت گفتن پنجشنبه است، آقا شما احتمال دارید چهارشنبه باشه؟ نه دیگه چهارشنبه شب میشه بنابراین شب عید دیگه. درسته بله چهارشنبه شب همین، یعنی ما دوشنبه شب رو داریم و سه شنبه شب رو. بله بله به امید خدا.
دست شما در نکنه، خیلی استفاده کردیم. خواهش میکنم، التماس دعا داریم. خیلی فردا شام در خدمتتون هستیم انشالله. خدا حفظتون کنه، خدا نگهدار شما. خدا شب دوستان بخیر انشالله. التماس دعا، خدا التماس دعا سمگی، خدا نگهدار، خدا حفظتون کنه.